ویک 10 دی وان هفته ده و درس اول رو با هم شروع میکنیم از لغت شماره یک دوستان در این درس لغت اول در ساختار صفت هستش در زبان فارسی ما به این لغت میگیم بی اعتدال و شدید بی اعتدال و شدید برای مثال وقتی که به هوا اشاره میکنه میگه اصلا مطلوب نیست خیلی سرده یا خیلی مرا مثلا حالا مشکل سازه برای سفر شما یا هر چیزی میگه اصلا مطلوب نیست یه لغت رسمی حساب میشه بیشتر برای آب و هوا استفاده میکنن و تلفظش میشه inclement inclement پشت من شما سوار بگیدینو inclement یک بار دیگه inclement 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 بسیار عالی خب میگم که فردا که میریم سفر اوکیه برنامه شو ریختیم میریم ولی هممون باید آماده یک آب و هوای بسیار نامطلوب و شدید باشیم میگم که we have to be prepared for inclement weather conditions یعنی همون هفته نهم درس پنجم لغت شماره یک مرور کردیم adverse نامطلوب میگفتیم اونجا آب و هوای نامطلوب بنویسین روبری این لغت هم خانواده کلمه یه inclement حساب میشه یعنی خیلی بد شدید بی اتدال. پس متضاد کلمه یک کلیمنت میشه خودش میشه انکلیمنت. انکلیمنت. این میگم که we have to be prepared ما باید آماده باشیم مجبوریم آماده باشیم we have to be prepared for inclement for example weather inclement weather باید آماده شرایط آب هوای بد باشیم به همین راحتی دوستان ازشون لغت راحتی به آب و هوا اشاره میکنه بیشتر منظور شدید بی اعتداله, خوب نیست نامطلوبه میریم سراغ لغت بعدیمون لغت بعدی ما لغت بسیار پرکاربردی است با اولین نگاه احساس میکنیم که این لغت میشه پرسیو یعنی دنبال کردن یعنی دنبال کردن برای مثال تحصیلات شما در آمریکا در اروپا نه این لغت پرسو نیست این لغت یک فعله خب منظورم پرسو هم فعله ولی این لغت یک فعله و تلفظش میشه پروز اوکی پروز تون میگیم پروز پروز پشت من بگید پروز و تلفظ آوای آخر این لغت رسما زی هستش پس شما میگید پروز پروز خب در زبان فارسی وقتی شما میگی یک چیزی رو میخوام پروز کنم یعنی راهنماییتون میکنم میخواین اون چیز رو اسکروتنایز کنید اگزامن کنید یعنی موشکافانه میخوای بررسیش کنید پس بنویسین روبری این لغت اگزیمن scrutinize و خودش که میشه پروز آقا من استاد راهنمای شما میگم که خب موقعشه که من همین الان شروع کنم به بررسی جزبه های شما دوستان پس میگم که I will be perusing your documents so if you want to go outside you can go and maybe you can just go for a walk for a while برای بچه اگه میخواییم به قدم بزنیم بریم چون اینجا میخوام نیم ساعت جزبه های شما رو بررسی کنم i will be perusing your documents i'm going to be perusing your documents i'm going to be scrutinizing i'm going to be examining i will be perusing your documents so can you please peruse my report Michelot? otwin goes to a restaurant peruse peruse toustam bebe ined imannik koulunen shomerish to michonid vali beshtet dat boort rati michonid lo reti geshi resmi ممکنه حالا حالا نشنویدش ولی خب خوراک آزمون و ست ادبیات انگلیسیه به از این جاها به از این جاها بسته به کانتکس یه حالت شوخی آمیز بشنید که تنه آمیز هم استفاده میشه که نمیگه یا یادتون داره کلا یعنی بررسی کردن با دقت چیز رو میخونی میخونی یه چیزی رو ولی به شکل خیلی با دقت میخونیش انگار دنبال یه چیزی هستی پس شما جزوه منو اگه پروزش بکنی خیلی با دقت میخوای بخونیش بریم بعدی دوستان دو طرف فوز داریم لغتمون در حالت اسم هستش دو طرف فوز داریم یا میگیم پری یا میگیم پر هر درسته گوش کنید پریمینشن پری پریمینشن یا پریمینشن دو هم آمریکایی و درسته پریمینشن پریمینشن من به پری بیشتر عادت کردم تو گفتار پس میگیم که پریمینشن پریمینشن در زبان فارسی اگه شما یه دلهوره ای برات پیش اومده دلت شور میزنه میگی فردا میخوام برم کنکور نکنه گوشیمو بگیرن نکنه خودکار یادم بره یا هر چیزی این احساس دلهره شما در زبان فارسی در زبان انگلیسی میشه پرمینشن اوکی یعنی احساسی که ببینید خود آکسفورد چی میگه ما میگه احساسی feeling that چیزی is going to happen especially something unpleasant feeling going to happen احساسی که یک چیزی میخواد اتفاق بیفته especially something unpleasant especially something unpleasant یه چیز ناخوشایند اتفاق ما بیفته و دلت داره به خاطر اون قضیه شور میزنه خب یه مثال میگم میگم بچه من یه دلشوره ای دارم که احساس میکنم سامانه یه باکس میخواد لایو و خاموش کنه به زوی ایرانیا میگم که I have this premonition that Cashbox will shut down its live chat system for Iranians I have this premonition I have this premonition that Cashbox will shut down its live system for Iranians. خب شما میگین که your premonition is groundless. دل هوره و دل شوره که تو کاملا بی اساسه. اومن اتفاق بیفته. عملا لایو و روی ایرانیا ببندن. و اینطور مثال. بس اگه خواسته بگی دل هوره اگه خواسته بگی دل شوره من دارم این دل هوره رو که با این ساختار یاد بمونه I have this premonition that گذشته رو میخوای بگی بگو I had داشتم I had discrimination that این دلهوره رو داشتم که نمیخوای بگی این دلهوره همون یه دونه آرتیکل ای بیار میگی I had a premonition yesterday دیروز دلهوره داشتم الان میگی دلهوره دارم میگی I have a premonition I have a premonition به همین راحتی حرف اضافه هایی که بعدش میاد of و about هم هست مثلا برای مثال میگه که I have, I have a premonition about uh, my tomorrow's for example examination نسبت به آزمون فردام میگه خیلی من دلهوره دارم لغت بسیار جذاب و راحتی پریمینشن دلهره بریم بعدی خب دوستان عزیز لغت بعدی ما فعل هستش و وقتی شما میخوای بگی برای مثال به هر دلیلی اتفاقی افتاده و میخوای صحبت کنی از اینکه از انجام کاری میخوای برای مثال دست بکشی و معنی این لغت می دست کشن از انجام کاری تلفظش میشه دو تلفظ آمریکایی یا سی میگی یا زی میگی پس هر دوشو میگم دزیست یا دسیست هر دوش درسته دزیست و دسیست خب حرف اضافه که بعدش میاد شما از انجام یک کاری یعنی از شما دزیست میکنی از فرام یک چیزی اگه فیل بیاری بعدش حتما آینجی میگیره یه لغت رسمی هست میخوام به شما بگم که ببین ببین جیمز از از انتقاد کردن دست بردار خیلی راحت معدبانه میخوام بگم با کلمه میگه پلیز میگم جیمز listen to می پلیز desist دست بکش from از from criticizing از انتقاد کردن دست بکش desist from criticizing desist from posting political comments on Instagram, desist from speaking about policy, and desist from reading novels. Desist from Desist from doing something. Desist from doing bodybuilding. As bad and so as then, خود داری کن. حالا به هر دلیلی مزرد داشته باشه. پس کلمه که desist و یا desist یعنی از انجام کاری دست میکشی و نمیخوای انجامش بدی. حرف اضافش فرامه اگه فعل آنجی میگیره اگه فعل نیاد که خوب در حالت عادی به کار برده میشه بریم لغت بعدی خب دوستان لغت بعدی ما دوباره در حالت فعله عقب کشیدن خودتو پس میندازی به عقب اما از چه منظر بذاریم بهتون بگم ببینید دوستان توی اصل هم همین حالت عقبگرد و همین گلنگدنی رو همون ریکویل میگن تقریبا خب اگه شما از کسی ریکویل کنی دقت کنید اگر شما از کسی ریکویل کنی یعنی پس میزنی واکنشی داری و خودت رو میکشی عقب بدن تو به حد سرعتی عقب میکشی از کسی یا از چیزی به خاطر اینکه اون شخص یا اون چیز احساس میکنی برات تو ناخوشاینده یا برات مزره خب یکی میخواست دیروز من رو لمس کنه چون خوشم از این کار نمیمد خودم رو کشیدم عقب I recoiled from him تمام I recoiled from him من از لمسش خودم آقب کشیدم میگم که آ recoiled myself from his To از لمسش خودم رو عقب کشیدم آ recoiled, recoiled myself from her To از لمس اون شخص خودم رو عقب کشیدم به همین راعای. میخوای بگی از شدت ترس خودم رو عقب کشیدم میگی آ recoiled in horror همون می می که میگم هار مو هور نیست هور های میگم که هار موvieز یعنی فیلم های خشن. فیلم های ترسناک ترسناک بیشتر منش درست باسه این لغت میگم I recoiled in horror okay? I recoiled in horror از ترس عقب کشیدم دوستان از ترس عقب کشیدم پس اگه شما بدنت رو ریکویل کنی سری جابجاش می‌کنی میکنی یه میکشی اقب عقب نه دست ندم به من اینجوری چون خواستی که از لمس اون شخص دور باشی یا از ترس این اتفاق افتاده از هر دلیلی ممکن داشته باشه یاد عقب کشیدن میفتی خودتو میکشی عقب حالا یه مثال جذاب بهتون بگم میگم آقا میخوایی بری استرالیا میگم نرو میگم ببین من تو رو آخر گانه میکنم که نری استرالیا میخوام کاری کنم که از ایده رفتن به استرالیا عقب بکشی میگم که I will do something I will make you I will make you recoil from the idea of going to Australia میگم عمره میتونی این کار انجام بدی ولی من گفتم بهش I'm gonna make you recoil recoil from the idea of going or traveling all the way from Iran to Australia because I don't approve of this. من تایید نمی کنم این کار پس تو رو میخوام ریکویل کنم بکشم بکشمت عقب from the idea of traveling to Australia or Canada or America. That's it. خب دوستان عزیز هفته دهم ده و درس اول با هم دیگه تموم کردیم. صرفا یه مرور خیلی جزئی با هم دیگه انجام بدیم و بریم هفته دهم ده هم درس دوم. لغت اول ما این بود که میگفتیم آب هوای نامطلوب میگفتیم Inclimate, inclement inclement weather یا مون هم خانواده بوده کلمه adverse or adverse or adverse conditions adverse weather conditions or inclement inclement weather یعنی نامطلوب شدید و بی اعتدال لغت داشتیم که میگفتیم peruse اگه شما جزوه منو یا همین پادکست های ما رو peruse بکنید بیشتر اینجا خوندن معنی شما چیز رو میخونی مثل گزارش رو اما به شدت با دقت و موشکافانه میخونی انگار دنبال یه چیزی هستی پس اگه شما میگم پروزش کن انگار میگم با دقت بخون اسکروتنایز مو کافانه اگزمن بررسی کردن دلهوره داری میگفتیم پرمینیشن پرمینیشن دلهوره دلشوره دزست یا دسیست آقا از انجام کاری دست بکش دزست فرام ریدینگ دس دزست فرام درایوینگ دزست from eating or drinking, desist from playing. خودم رو عقب کشیدم داشت منو لمس میکرد ریکویل از این ایده دست بکش برو عقب دست بردار ریکویل گرنگدن تفنگ حالات عقب کشیدن یعنی تفنگ شما رو پس میزنه منظور حالا منظورم خود گرنگدن منظورم فشارش روی بدن شماست ریکویل به همین راحتی خب تا هفته دهم ده درس دوم با دوره های حزم زبان انگلیسی همراه باشید